سلام، با برنامه دیگری از 35 در سامانه فیلم نت با شما هستیم. طبق معمول باز ما به دوستان عزیزی که وارد این سامانه میشن توصیه میکنیم که فیلم های سینمایی این سامانه رو ببینن. مهمان این هفته ما یک بازیگر بسیار جوان سینما ایرانه، بازیگری است که چندین سال داره کار میکنه، بازیگر خوبی است، بازیگری است که نمیخوام اسمشو بگم، شهرت خوبی هم داره، یعنی در واقع شهرتشو مدیون شخصیتی است که در واقع در کنار زندگی کرده. با این بازیگری که سالهای پر فراز نشیب زندگی داشته، ما هم درباره زندگیش هم در مورد کارهای صحبت کردیم و با هم مصاحبه کردیم. خب آقای پولاد کیمیا، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و ما طبق معمول ابتدا از مهمان میخواییم که با دوربین یک برنامه اینترنتی با مردم صحبت کنه تا بعد ما برنامه شروع کنیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خوشحالم که بعد سالها مقابل شما نشستم. فکر کنم از برنامه هفت تا الان چند سالی گذشته و خیلی این برنامه رو دوست دارم و خیلی خوبه که استقبال میشه از برنامه‌های اینترنتی. امیدوارم که استفاده خوبی بشه از اینترنت و فرهنگ سازی بشه، به جایی که در واقع به بیراهه بره، بتونیم یاد بگیریم که دست جمعی نظرات رو راجع به مشکلات، معضلات و خوبی‌های جامعه بتونیم مطرح بکنیم، بیرون از عصبیت، بیرون از در واقع موضوعاتی که در واقع ریزش فرهنگی رو به همراه داشته باشه، نقد اجتماعی بکنیم. و خدا رو شکر میکنم که سینما این روزا بهتره، روزهای بحرانش رو پشت سر گذرونده و مردم سینما میرن، علیرغم اینکه مشکلات در واقع مشکلات مالی و غیره زیاد هست این روزا، ولی علیرغم همه اینها این موضوع رو از سبد کالاشون حذف نکردن، همچنان تئاتر میرن، سینما میرن، کنسرت میرن و این نشان خیلی خوبی است و خوشحالم که در خدمت شما. تئاتر که خیلی استقبال داره میشه، خدا رو شکر. بله، تئاتر که الان تئاتر 1 میلیاردی داریم، به سابقه نداشته که ما تئاتری که فروش 1 میلیارد اینا داشته باشیم. موسیقی و کنسرت هم که اگر اجازه بگیره امکاناتش باشه و خوبه و میرن. سینما هم که به قول تو امسال سینمای خوبی داشتیم. پولا چند سالته؟ من دیگه مثل خانوما میگن چند میخوره به 36 سالم. من 36 سالته. دقیقاً چه تاریخی متولد شدی؟ من 23 تیر ماه 1359. آره. خب از اون بچگی ها، از اون سالهای بچگی قبل از اینکه بریم مدرسه چیزی یادت میاد؟ بله، من خب تو شرایطی به دنیا اومدم که خب شرایط توی ایران به هم ریخته بود، خب جنگ بود. خب یادمه که توی تهران یه مقداری شرایط در واقع نرمال نبود و مدرسه میرفتم. و کدوم مدرسه میرفتی؟ شهید نوری، یه مدرسه. کجا بود؟ تو فرمانیه. مدرسه یه جایی بود که توی خیابون فرمانیه میرفت پایین، یه مدرسه بود شهید نوری، خیلی هم مدرسه بدی بود. آره، یعنی مدرسه من خاطره خوشی ازش ندارم، حالا نمیدونم الان هست نیست چجوریه. ولی بعد از اون خب تا یه تاریخی که فیلم سرب شروع شد یادمه ایران چند بودم. چند سال بود سرب؟ سرب من فکر کنم حلوش
4-5 سالم بود. چطور شد بابا گفت بیا بازی کن؟ والا من فکر کنم اونجا بحث بازی خیلی مطرح نبود، بیشتر فکر کنم یه بخشی از حضور گذشته خودش به عنوان یک نگاه نوستالژیک که دوست داشت من اونجا به عنوان نماینده یه بخشی از خودش تو اون فیلم باشم، اون جلوی سینما خورشیدی که توی فیلم سور بود و خدا بیامرز آقای هادی اسلامی اومدن و اون سکانس خیلی دوست داشتن. بله اون بخشی که اون بچه ها اون گوشه نشسته بودن همون نسل قدیمی بودن فکر میکنم، آقای غریبیان و پسر غریبیان بود، سام بود داره؟ نه نه پسر غریبیان نبود، من بودم شاهد احمد، شاهد احمد دو و پسر دوتا از پسران آقای کلاری، کامیار و کوهیار و در واقع پسر آقای هادی اسلامی. بله پسر همه بزرگ شدن. همه بزرگ شدن. آره تو 5 سال بود؟ من 5 سال بود. پلان چی بود؟ پلان میامدی از بالای ماشین نگاه میکردی؟ پلان نه، پلان این بود که چیز وایساده بود، خود شاهد وایساده بود که بزرگتر از ما بود، داشت در واقع تعریف میکرد که این فیلم رو دیده، ولی اونم داشت دروغ میگفت، داشت خالی میبست که رفته این فیلم رو دیده و داشت شلوغ میکرد که سرخپوسته اومد و اینو کشت و اونجوری شد و اینا. ما همه نگاش میکردیم و پول نداشتیم بریم تو سینما. هادی اسلامی میاد که یه در واقع باقالی بود، یه چیزی بود اونجا که خرید کنه، میگه که شماها چرا نمیرین تو؟ ما میگیم که ما پول نداریم، شما ما رو نمیبرین تو. این دیالوگ من بود که شما ما رو نمیبرین تو. بعد اون میگه که نه ابو فرار، یه چیزی میگه، خلاصه راه میفته که تو راه کتککاری میشه با اینا، همینجوری که آروم آروم خونی و اینا حرکت میکنه به سمت ماشینش، ما میریم این ورقاشو که در واقع روزنامه نگار بود نه تو گلاب و اینا ورم داریم درست میکنیم و بهش میدیم، اونم به ما پول میده که ما بریم سینما. این کلیت قصه. وقتی دیالوگ خواستی بگی در یک برداشت گفتی یا برداشت زیادی شد؟ نه خوب بود، فکر کنم یه برداشتی رفتم، آقا چیزی نبود. ولی آره خیلی در واقع الان نگاه میکنم بهش، در واقع چیز بود دیگه، خیلی خاطره داشتم اصلا از فیلم سور، اون شرایطی که همینجوری فیلم برداری میشد یهو آژیر میزدن، مجبور میشدن فیلم برداری متوقف بشه، بعد خب اون شهرک قدیمی که توش کار میکردیم با اون ماشینا، برای من خیلی دوست داشتنی بود. عشق سینما در همون جا بود که عشق سینما یا بعدها دیدی؟ بعدها. ببینید من آره من در واقع سینما رو خب خیلی دوست داشتم، البته خب تا یه تاریخی خیلی زیاد من اصلا نمیدونستم راجع به سینما هیچی نمیدونستم، چون بعد از دقیقا همین تاریخی که داریم میگیم ما رفتیم آلمان. یعنی تو مامان رفتیم؟ مامان و بابا اول رفتیم اونجا و بعد ما اونجا موندیم، پدر برگشت. آه. و من سالها اونجا بودم. چرا قرار شد برین آلمان؟ والا ببینید ما سر قضیه یک فستیوالی که فیلم قرار بود در آلمان نمایش داده بشه، فیلم سوربو بردیم. فیلم سوربو بردیم اونجا و یک اتفاق خیلی بدی اونجا افتاد، این بود که یک در واقع کیفی بود که توش مقداری پول بود و این قرار بود در اونجا بخشی از در واقع هزینه های تولیدی حالا فیلم بابا رو بده، اونجا گم شد. ما بعد میموندیم توی بانهوف و اونجا دزدیدنش و اینا، دیگه ما رفتیم اونجا برای پیدا کردنش. یک تاریخ طولانی ما اونجا موندیم، یعنی مثلا 2-3 ماه منتظر کجای آلمان بودیم؟ هامبورگ بودیم. آره بعد در واقع خب من اونجا مدرسه موقت رفتم، شرایط توی ایران خوب نبود برای زندگی، برای سن من و شرایط خوب نبود. خب مادرم خیلی نگاه چیزی داشت، یعنی نگاه این داشت که خب من اونجا تحصیل کنم، چیز یاد بگیرم. آره چه اونجا چیز یاد بگیرم و یک زندگی رو داشته باشه. و خب نگاهش هم خیلی اینجوری بود که دوست داشت که آثار پدر هم بتونه بیاد بیرون از ایران و توی فستیوال ها نمایش داده بشه. اون موقع مثل الان انقدر ساده نبود، یعنی الان خیلی راه ها به جهان ساده تر شده برای سینما. اون موقع خب شرایط سخت‌تر بود برای کارگردانان که بتونن فیلمشون رو به خارج از ایران بفرستن، به فستیوال ها بفرستن. و خب اون نگاه رو داشت. برعکس بابا خب خیلی ناسیونالیست‌تر و خیلی در واقع ایران براش خیلی مهم بود و عقیدش تو تجارت هست دیگه.
خب این اختلاف افتاد بین مادر پدر سر این قضیه. یعنی اختلاف که این دوریه به هر جهت زندگی ما رو به هم ریخت دیگه. یعنی مهاجرت خیلی زندگی من رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بابا اومد و تو با مامان اونجا موندی. موجود. چه خاطراتی داری از مهاجرت؟ خب مهاجرت به هر جهت خیلی سخته. من البته خب چون تو یک سنی بودم که همینجوری مثل خمیر میشد شکل بگیرم، یعنی هنوز سنی نداشتم، اما شرایط به این گونه بود که خب برای پدر که بخواد بیاد ویزا خیلی سخت میدادن. ما به محضی که رسیدیم اونجا با یک شرایط بدی زندگی کردیم. که چرا؟ ببینید شرایط کسانی که از ایران در اون زمان رفتن توی جنگ، به خصوص با مارکت گرونی که اونجا بود و شرایط ارسال نبود، شرایط زندگی سخت بود اونجا. من در واقع تو یک فضای خیلی، یک دوره 6-7 ساله ما تو یک فضای خیلی بدی زندگی کردیم. یه جایی به نام هایم که در واقع تمام خارجی ها میرن اونجا و جنگ زده میرن اونجا، و خب یک زن تنها با یه پسر. من تو شرایط خیلی سخت اونجا بزرگ شدم. یعنی 6-7 سال ما به ما اجازه نمیدادن که بریم یه خونه عادی بگیریم، یه بیزنس، یه کار در واقع یه شغلی داشته باشیم، و مدت ها اونجا بودیم تا بعد من اومدم بیرون. شرایط بهتر شد، اومدیم در محله‌ای که زندگی میکردم، محله نسبتاً بهتری بود، و آروم آروم تونستم خودم رو اونجا وقف بدم و زبانش رو یاد گرفتم. مادر اون موقع مریض شده بود؟ مادرم نه، دیرتر مریض شد. مادرم تا ما اولوش رو فکر کنم 10 یا 11 سال آلمان بودیم که تو 5-6 سال اول این اتفاق. 10-11 سال آلمان بودیم؟ بله. تو از چند 6 سالگی آلمان؟ من از 5 سالگی تا 6 سالگی رفتم. زمانی که برگشتم، تجارتی که بازی کردم، بعد از تجارت یک سال و نیم دو سال بعدش اومدم بیرون. یعنی خود تجارت من بود 14 سالم. یعنی وقتی که در واقع اینجوری بگم، وقتی من رسیدم ایران، اولین فیلمی که کار کردم فیلم چیز بود، فیلم سلطان. یعنی تو اون توی حال و هوای 15-16 سالگیم بود که برگشتم. تو این تاریخ من همش اونجا بودم. آلمان بودی؟ بله آلمان بودم. مادر اون موقع مریض نشد؟ موقع که رفتی مریض نبود؟ نه اون موقع مریض نبود، ولی مریض شد. من زندگی خیلی سختی داشتم. بیمارستان میرفت و خب از اون ور بابا هم نمیتونست بیاد اونجا، چون آمد و رفتش در واقع سخت بود. یعنی شرایطی که باید به وجود میومد که ما بتونیم در واقع همدیگر رو مدام ببینیم، سخت بود شرایط. و منم مدرسه میرفتم تک تنها تو خونه. یه بالاخره پسری که 14 سال داشتم تو اون سن و تو اون فضا، خیلی دوران سختی بود. یادم دقیقا تو همین ژانویه بود که مثلا تو کریسمس بود که مادرم بیمارستان بود و تو تنها بودی؟ من تنها بودم تو خونه. تنها بود؟ تنها. خیلی خاطرات چیزی. چطور شد بابا اومد تجارت بسازه؟ بابا دوباره اونجا تو بازی کردی؟ یعنی بابا از اول فکر کرده بود که تو تجارت بازی کنی؟ ببینید توی تجارت در واقع من فکر کنم که تجارت رو به این نیت ساخت که در واقع از زندگی شخصی خودش شروع کرد که یک مطلبی رو بگه، و اونم این بود که مسئله مهاجرت چه اتفاقهایی رو در پی داره، و ختم شد به اینی که من خودم نقش خودم رو در اون فیلم بازی کردم. یعنی اون آدمی که من اونجا بازی کردم تقریبا خود من بودم، من اصلا نقشی رو بازی نکردم. و دقیقا اتفاقاتی که در اونجا افتاد اتفاق واقعا به همین گونه تلخی بود. یعنی فلومارک و دست دوم فروشی و شرایط خوبی نبود. یعنی برای من که اونجا بزرگ شده بودم اینجوری نبود که خیلی در واقع لاکچری باشه و مثلا حالا در آلمان نیدارم دقیق، نه اینجوری نبود برای ما. و اون میخواست که ما برگردیم، و همیشه نگاهش هم این بود که بالاخره گیتی پاشایی در اینجا جایگاهی داره، زندگی داره، شرایطی داره، و برای ما ایرانی ها اونجا مناسب نیست.
با این نگاه، به خصوص برای کسانی که در کشور خودشون هنرمند هستند و کار میکنند. این عقیده بابا بود همیشه و اومد اون فیلم رو ساخت به خاطر اینکه یه جوری من استنباطم این است که ما برگردیم و این اتفاق هم افتاد. یعنی بعد از اون فیلم تصمیم بر برگشت شد. مادر تصمیم گیره برگرده. بله بله. خب دیگه خیلی هم مریض شده بود اونجا و شدت مریضیش بالا بود. بله اونجا جراحی کرد، البته سرطان سینه گرفتن اونجا، جراحی کردن و بعد که برگشتیم ایران، البته میگم دوباره بعدها این سرطان برگشت. خوب شد اونجا؟ اونجا خوب شد، ولی برجهت ببینید بر شیمی درمانی و شرایط سختی که اونجا داشت، به فیزیوتراپی های سنگینی که داشت، اینا همه برجهت خیلی خستش کرده بود. مادری که اونجا آواز نخوند داره؟ نه اصلا دنبال آواز خوندن در خارج از کشور نرفت، دوست نداشت اونجا بخونه. مثل اینکه حالا به هر جهت نمیشه گفت یه خواننده دوست نداره بخونه. فکر میکنم یه مقداری هم روایت پدرم رو میکرد، یه مقداری هم فکر میکرد که شاید موقعش نیست، فکر میکرد شاید چون من کوچک بودم واقعا نمیتونستم این چیزها رو خیلی ازش بپرسم و خودم توی سنی بودم که وقتی رفتیم از ایران، من تنها چیزی که از پدرم در اون سالها یادمه یک جای یه تختی بود که هر دفعه که می اومد اونجا تختش بود و بالای سرش پوسترهای فیلمهاش رو زده بود و مثلا من پوستر تیغ و ابریشم رو نگاه میکردم، برام خیلی عجیب بود. اینا رو میدم هنوز نرسیدم به سنی که بتونم تحلیل کنم. یا از موسیقی از مادر فقط یادم میاد پیانو میزد، گاه گداری هم واسه خودش میخوند، یا عکس ها یا گذشته هایی که با ما اومده بود رو اینا رو من میدیدم، ولی اینی که درکش کنم خب درکش نمیکردم. دیرتر به این نقطه رسیدم تو سن مثلا 15-16 سالگی که بعدم برگشتم بیشتر این موضوع رو درک کردم. آره ولی نخوند هیچ وقت. تجارت چند سال بود بازی کردی؟ تجارت فکر کنم 13-14 سال. خب بازی در فیلم جذاب بود برات؟ یعنی در واقع دوست داشتی نقش رو؟ یعنی چی جوری بود؟ یه سکانس خیلی جالبی داشت که هنوز تو ذهنم هست. این در واقع این شخصیتی که من کار کردم، این فکر کنم که توی یک سری از زمانهایی که کار میکرد توی سینما، بله، زمین رو تمیز میکرد. بله. یه عکسی بود من خیلی دوست داشتم که روی دیوار نقاشی تمام در واقع بازیگرها و کارگردانهایی بود که این نقاشی انگاری که اینا نشستن تو سالن سینما و دارن به جای پرده سینما دارن مردم رو میبینن و مثلا در واقع چیزی تو دستشون رو اینا. من زیر اینو تمیز میکردم، زیر این نقاشی رو تی میکشیدم و این عکس تو ذهن ما همیشه موند. یعنی یک پلان خیلی خاصی بود برای من، بعدن که دیدمش برام جالب بود. و بازی در اون فیلم هم خب برای من این بود که خب اولین باری که یه بازیگر دیدم روبرون بازی کرد، آقای غریبیان توی یه فرودگاه لوکسامبورگ، اون سکانسی بود که میاد و پسرش رو میبینه و خب سالها پدر و آقای غریبیان با هم کار کرده بودن، اومدیم و چیدیم و همه فرودگاه وایستادن نگاه کردن و منم خب اصلا شوکه شده بودم جلو این همه آدم، مگه میشه بازی کرد؟ چه جوری میشه بازی کرد؟ گفت خب صدا بره دوربین، فرام از بیا. آقای غریبیان اومدن و یه عینک مشکی زده بودن. بعد یواش یواش بابا گفتش که بغض کن، بغض کن، اینجاست، نگاهش کن، حالا خودشو ببین اینا. غریبیان که این عینک رو برداشت، این چشاشو اینا، من اصلا همجوری مونده بودم که چقدر زیباست این بازیگری. و بعد از چند دقیقه این بغض و گریه با هم و با خنده و اینا به آرش که پسرش بود گفت بیا بغلت کنم، یه بغلش کرد و اینا. این خیلی تو من بود، یعنی این لحظه زیبایی بازیگری که همه دارن نگاه میکنن و همه دارن او رو نگاه میکنن، خیلی برای جذاب بود. این از اینجا بود که تقریبا بازیگری برات عمده شد؟ بله، یعنی وقتی که اولین بار بازیگری رو دیدم
دیدم چیه؟ تو توی وقت برای تجارت تو تهران نیومدی، بازم آلمان بودی دیگه. تجارت رو بله دیگه، تجارت آلمان فیلم برداری کردیم. تو هم تو آلمان بودی، موندگار بودی، نیومدی هنوز تهران. نه نه، بعد از اینکه تموم شد برگشتن دیگه ما اونجا بودیم و جمع کردیم و یواش یواش آروم آروم اومدیم تهران. خب قبل از اینکه بگم جمع کنی، جمع کردی اومدی، یه سوال میکنم میتونی جواب بدی. وقتی شایع شد پدرت اینجا ازدواج مجدد کرده، ناراحت نشدی؟ من در واقع زمانی این اتفاق برام خیلی سنگین بود که در واقع وقتی که برگشتم ایران و خب چون اونجا من در واقع توی شرایطی بودم که خیلی دور بودم از این چیزا، یعنی از تمام مشکلات خانوادگی گاهگداری یه تلفنی بود که مثلا میدیدم مادرم داره با یکی حرف میزنه و گریه میکنه و حال خوبی نداره و اینا، اینو بیشتر میدیدم. این یا تصویر، این یادمه، این تصویر که میومدم خونه میدیدم اون مثلا پای تلفن داره با یکی حرف میزنه و داره گریه میکنه و حال خوبی نداره، این تو ذهنم بود. وقتی برگشتم ایران با مادر برگشتم خیلی زمان نداشتیم برای اینی که من به خودم بیام. تا رسیدیم ما برنامه‌مون این بود که برجت بیایم یه سری خونه هامون که بودن اینا رو درست بکنیم، یه سر بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. تا رسیدیم مادرم شروع کرد به سرفه کردن و به حال بد داشتن. بردیمش این ور اون ور، گفتن آسم داره، از تهران بره بیرون. رفتیم شمال بدتر شد، رفتیم یه جای دیگه بدتر شد. تو همش کنار مادرت بودی؟ بله بله، من اصلا بیش یعنی در واقع جز مادرم کسی رو نمیشناختم، اینجوری باید بگیم، چون در طول مثلا 10-12 سال اونجا فقط با مادرم زندگی کردم و خیلی چیزها هم ازش یاد گرفتم. زن خیلی قدرتمندی بود، خیلی با بیماری خیلی خوب مبارزه، اصلا قدرتمند بود. زنی بود که در سن 40 خورده سالگی رفت پیش شاهین فرهاد، موسیقی خوند و فیلم ها رو، فیلم سرب رو کار کرد، فیلم تیو غربش هم رو کار کرد، موسیقی خوبی بود اونا. تو مدیریت خونه همیشه یه بزرگتر بود، همیشه کارهایی که میکرد همه خانواده از او پیروی میکردن. خب در انگلیس درس خوند، در انگلیس زندگی کرد، از شرط سخت و فقر، از فقرم اومد، از خانواده فقیری اومد، رفت اونجا مهندسیش رو تموم کرد، برگشت و برجت احترام داشت برای همه، این احترام داشت. بیرون خوانندگی یه شخصیت بود، خودش به عنوان خواننده هم یه شخصیت خیلی خوب بود. بعد شانسی آورد که کارهاش برجهت دیر به سر انجام رسید، یعنی دیگه رسید به اوایل شروع انقلاب و اینا، ولی سبکی هم که میخوند سبک خاصی بود. آخر سرا که سبک خیلی خوبی هم میخوند. بله، یه تلفیقی بین وقت آمدین که از آلمان آمدین دیگه مادر مریضیش خیلی شدید شده بود دیگه، اون شهرستان ها دیگه نمیتونستید زندگی کنین، اومدین باز تهران باز دوباره. بله، ما اومدیم تهران و به من نمیگفتن که خب سرطان داره بود. اصلا نمیدونستی؟ نه، به من نمیگفتن، به من میگفتن آسم داره. صحنه خیلی تلخی که یادم، حالا همینجوری رفتیم بریم میریم جلو دیگه. اتفاقی که افتاد این بود که هی بدتر شد و شیمی درمانی و بعد دیگه خب من بعد از مدتی فهمیدم که این آسم نیست و داره هی بدتر میشه و اینا، و او هی مبارزه میکرد و ما میبردیمش بیمارستان و این برابر. دیگه رسیده بود به جایی که خب اکسیژن باید مدام مصرف میکرد. من در واقع اون موقع اولین باری که اون قضیه ازدواج رو متوجه شدم تو همون تاریخ بود که مادر مریض بود، زیر اکسیژن بود. بله، و برای من اونجا خیلی سخت بود، خیلی تلخ، خیلی تلخ بود. یعنی در اون شرایط بدونی که او داره میره و تو میمونی با یه زندگی که شاید معلوم نیست چی میشه و اصلا چرا اینجوری شد، چرا یک خانواده قوی خوب به این شکل افتاد، اینا همه اینا رو فکر کردی؟ بله، واقعا بهش فکر کردی. اتفاقاتی بود که درونم میگذشت. اون موقع پدر میومد خونه مادرت ببینه؟ بله میومد میومد داره و
خیلی کمک میکرد واقعا با از ته دل دوست داشت که این اتفاق واقعا سرانجام تلخی پیدا نکنه. و یادم یکی از تلخترین جمله های رو که شنیدم آقای امید روحانی بهم گفت. آقای امید روحانی دکتر بودن، میومدن میرفتن کمک میکردن و خب به جایی رسیده بود یکی باید به من میگفت که بالاخره او رفتنی است. آره. و داشت به من میگفتش که اگر دیدی خیلی سخت نفس میتونه بکشه و نمیتونه دیگه تحمل بکنه، تو خودت این اکسیژن رو در بیار، بذار او راحت باشه. بله، جمله خیلی خیلی سختی بود. بله. خیلی سختی بود. و همین اتفاق افتاد به تو؟ نه، این اتفاق نه، این اتفاق که در واقع روز فوتش خیلی روز سختی بود. در واقع اینجوری بود که ما رفتیم دنبال اکسیژن میگشتیم، اصلا اکسیژن نبود تو شهر. چرا؟ نبود دیگه، یعنی شرایط خیلی بد بود. من هیچ وقت یادم نمیاد بردیمش بیمارستان، نصف شب حالش بد شد، رو ویلچر میشست، بردیمش بیمارستان. اصلا دیگه راه نمیتونست بره؟ نه، نمیتونست راه بره. نفسش هم به سختی بالا میومد. اولین اورژانس، اولین جایی که بردنش یه بیمارستانی بود که حالا اسمشو نمیخوام ببرم. دکتری اومد و گفتیم شون خانم گیتی پاشایی هستن و برجت بعد بستری بشن اینجا. گفتن که خب ایشون کجا، دکترشون کیان و اینا. گفتیم بیمارستان مهر بودن پرونده اونجا. تا خب شما این قبض رو برید صبح پرداخت کنید، دکترشون هم از اینجا انتقال بدین به اینجا، ما ایشون اینجا بخوابیم. گفتیم آقا ایشون دارن میمیرن، ایشون حالش بده، این الان اکسیژن میخواد، فردا که معلوم نیست چی میشه. که در واقع حالا با چه شرایط سختی ما از این کپسولا میگرفتیم، خالی میشد دوباره بعد میرفتیم میگرفتیم. آقای امید روحانی خیلی لطف میکردن، تو اون زمان تو بیمارستان توس بودن، اونجا کمک میکردن، اینا رو میدادن. ما اکسیژن رو دادیم به مادر که من هیچ وقت یادم نمیره. همون شب؟ آره، صبح من خواب پا شدم، صدای قلقل این تو خونه همینجور میپیچید، صدای نفسش تو خونه میپیچید. من صبح پا شدم دیدم صدای قلقل نمیاد، اومدم نگاه کردم دیدم اکسیژن رو صفره. بعد خودش هیچ کیم تو خونه نبود، من تک تنها بودم. چششو باز کرد، دید من مضطرب شدم، گفتش که چرا اینجوری شدی اینا. نمیخواستم چشش بیفته به اکسیژن که نفسش و چیز چه بترسه و اینا بیشتر بشه. اومدم کلید ماشین رو برداشتم تو اون سن و اینا، رفتم سراغ بابامو و رفتیم براش اکسیژن آوردیم. دیگه با سختی اکسیژن رو بهش رسوندیم. شبش رفتیم خونه مادر بزرگم، یعنی خونه مادر بزرگیم پیش عمم اینا، که من دیگه خونه نرم، من جدا میکردم که نبینم این صحنه رو. یه ذره بد بود دیگه، شرایط سختی بود. و همینجوری که خوابیده بودم، خیلی هم خسته بودم، بابا گفت زنگ بزن ببین حالش چطوره. من همینجوری دیگه تو خواب و بیداری بودم. خونه بابا خوابیده بودی؟ خوابیده بودم. آره. بعد گفتم که بابا شما میگیرین گوشه رو گرفت. گفتش که باشه الان میای. باشه الان میای. گوشه رو قطع کرد و پاشو بریم. همه چی تموم شد. گفتم چی تموم شد؟ گفت تموم شد. و دیگه خیلی سخت بود دیگه. رفتیم مادر مرد فوت کردیم؟ بله، ما اومدیم فوت شد، اکسیژن رو بهش دادیم. آه. با خیال، یعنی آخرین باری که باش حرف زدی؟ آخرین بار میگم. خیلی جالبی که مثلا یه چیزایی اتفاق میفته. من پسر خالم اون لحظه اونجا بوده، او فکر میکرده که منم، فکر میکرده من اونجا. ای بابا. آخرین جمله مادرت با آخرین صحبت مادر یادته؟ نه نه، خیلی چیز بود، یعنی اکسیژن نداشت، اکسیژن دیر رسیده بود، یعنی یه فضای خیلی ملتهبی بود. ما اکسیژنی که دادیم همه خسته بودن که اکسیژن رو برسونیم و بیاریم، و چون مراحلی داشت برای خودش. تا آوردیم و دیگه رسیدیم خونه، هر دو من و بابا خسته بودیم دیگه. این وقتی مجدد رسیدی مادر فوت کرده رو تخت بود؟ بله. این یادته دیگه؟ من آره یادمه که خیلی پلانی سینماییشو بخوام بگیم، این بود که اصلا یادم نمیاد که تو چه فضای برزخی بودم، اصلا باورم نمیشد. و اومدم خونه، تو راه
چه گذشت تا رسیدم و یادم نمیاد، ولی یادم رسیدیم بیام یه ماشین بیمارستان، یه ماشین آمبولانس دم در اومدم تو. دوست صمیمیم که همسایه‌مون بود منو دید، سرش انداخت پایین، از بغلش رد شدم اومدم بالا، در باز شد دیدم همه تو خونه اونجا دارن گریه میکنن، همینجوری همه رو زدم کنار و رسیدم بالا سرش. خیلی در واقع چیز بود دیگه، یعنی یه شوک اساسی بود تو زندگی من، یه شوکی بود که بالاخره اتفاق افتاد دیگه. از اینجا زندگی عوض میشه، میای پلی پدرت دیگه. بله، یعنی یه زندگی دیگه شروع میشه برات دیگه. بله، یک بله. رابطه های دیگه، زندگی دیگه، و در واقع حالا وارد سینما میشه دیگه. بله. خودت خواستی که بیای یا پدر هم مصمم بود که تو بیای؟ ببینید اتفاقی که افتاد، یعنی حضور من به عنوان بازیگر تو سینما، من فکر کنم تا حتی تا نصفش، یعنی تا در واقع قبل از حکم بخوایم به حساب بیاریم، بابام اصلا در این زمینه خیلی جدی نبود که فکر کنم من میخوام اصلا بازیگر بشم، چون من از ابتدا دوست داشتم فیلم سازی بکنم، دنبال کار کارگردانی برم، دوست داشتم، یعنی سینما رو همینجوری ریشه‌ای یاد گرفته بودم. مثلا از بچگی فیلم‌های وسترن می‌دیدیم، فیلم‌های تاریخ سینما می‌دیدیم، من بودم و اینا رو همینجوری صحبت‌ها رو می‌شنیدم، یاد گرفته بودم مجموعه سینما. اما علاقه شدیدی که بابا به بازیگر داشت باعث شد من بازیگری رو بیشتر از بقیه عناصر در واقع جذب کنم. یعنی علاقه بابا باعث شد که این عجیب بشه. حالا نه، حالا این زومی که در واقع رو بازیگری داشت، این باعث شد که من به تدریج در واقع اونو بیشتر از بقیه عناصر بیشتر ببینم. تو اون سن البته اینجوری بود، الان اینجوری نیست، الان کلی‌تر به سینما نگاه میکنم و اتفاقا فکر میکنم بازیگری در واقع خیلی محتاج بقیه چیزا هم هست. آره، خدمتتون عرض کنم که من تا در واقع سربازهای جمعه، یادمه که بعد از اینکه با دوستان عزیزم همه کار همکار شدیم و کار کردیم. خب بعدی سلطان بود دیگه. بله، سلطان بود. بله، سلطان چی شد؟ پدر بازی کن، بیا بازی کن اینا. سلطان، بله، سلطان در واقع اون دوست داشت که در واقع من کار بکنم و من هیچ وقت نشد که مثلا به بابا بگم این نقشو بده به من، هیچ وقت نشده. یعنی همین الانم هم که هست. نمیگی به پدر؟ نمیگم این نقشو میده، خودش باید بده، اگه نده تو ناراحت نمیشی. نه، اومدی کنار پدر. باز میخوام یک سوال بکنم، با مشکلی نداشتی که پدر زن دیگری داشت؟ کیو میگی؟ موقعی که دیگه مادر فوت شده بود اینا؟ نه، در واقع ببینید خیلی رفتار خوبی در اون زمان با من شد، یعنی من شرایط سختی داشتم اصولا، یعنی رفتن تو خونه و زندگی تو اون شرایط، به خصوص منی که اصلا فارسی بلد نبودم، یعنی من فارسی بلد نبودم یعنی به آلمانی فکر میکردم، ترجمه میکردم به فارسی، اینجوری بود زندگیم. با این شرایط زندگی کردن خب سخت بود، به خصوص منی که هیچ کسی رو نمیشناختم. یعنی کنار پدر بودی یا رفتی خونه خود مادر جدا زندگی کنی؟ نه با پدر بودم. آه. آره، با پدر بودم و اون خونم بود، یعنی خونه خودم هم بود، منتها خب میرفتم میومدم سر میزدم، شرایط سخت بود. خب سه تا خونه بود که اینا تو انحصار وراثت به من رسیده بود، من باید کمک میکردم اینا رو نگه میداشتم، سنم کم بود، اینا همه مدیریت میخواست. بالاخره این کارا رو انجام دادیم و ولی رابطه خوبی داشتم با تو، شاید اون رابطه آباید شد که بله، من خیلی چیزا یاد گرفتم تو اون زمان، در واقع استقلال یاد گرفتی. بله، رو پای بله، خودت زندگی بله، کردن یاد بله، گرفتی. استقلال رو خیلی خیلی یاد گرفتم و کنار اومدن با خیلی چیزها، اینی که زندگی همین جوریه. آره، زندگی همین جوریه، داری همین جوری میری، یه زیر پات گود میشه، باید شنا بلد باشی. و درسم معقوله خیلی سختی بود، من خب فارسی بلد نبودم، باید میرفتم سر کلاس. کجا میرفتم؟ توی سفارت آلمان ها رفتیم، من یه دوره سفارت آلمان کلاس میرفتم، بعد اونا گفتم ما اینجا دیپلم نمیدیم،
شما باید اینو برای بچه‌های سفارتی اینجا، اینا همه برمیگردن آلمان. من رفتم مدرسه تطبیق بین المللی تطبیقی، اونجا درس خوندم، اونجا زبانش کامل انگلیسی بود، من باید انگلیسی یاد میگرفتم. تو اون زمان زبان یاد گرفتن تو اون شرایط سختی که من داشتم، هنوز مثلا چهل مادرم تموم نشده بود، هنوز عادت نکرده بودم به همینجا، باید انگلیسی یاد میگرفتم. خیلی در واقع خیلی سخت بود، سخت بود. یعنی من مثلا هلوش 7-8 سال 9 سال سخت داشتم که اون خیلی زندگی منو ساخت. یعنی اون استقلالی که شما دارین میگین، تا توت به وجود نیاد اتفاقای پشتش هم نمیافته. مثلا شما الان که من احساس میکنم مثلا یه نقش بهم پیشنهاد میشه و اون نقش رو کار میکنم، اگر که درکی نسبت به اون نداشته باشم، اگر یک جا تو زندگیم خودم رو نتونم جای اون بذارم، اون اتفاق نمیفته. اون پختگی شکل باید در اون باشه. این تنهاییه باید شد که از توی شخصیت رو پای یه محکمی به وجود بیاد دیگه. بله، که بتونی خودت رو نگه داری و خودت رو زندگی کنی. بله، کاملا. به اتکا نداشته باشی به کسان دیگری، حتی پدرت که خیلی دوست داره. بله، کاملا. یعنی این استقلاله به قول شما در واقع از همونجا پایش ریخته شد که در واقع من دو تا نگاه داشتم در کودکی وقتی مادرم رفت. یا بعد میرفتم تو اندوه و توی باختن خودم که این زمین. خیلی مادر دوست داشتی؟ خیلی زیاد، خیلی. یعنی ما خیلی وابسته بودم، اما وابستگی که بهش داشتم بعد از رفتنش تازه فهمیدم چقدر وابسته بودم. زمانی که او در قید حیات بود، اون وابستگیش به من خیلی زیاد بود. مادر وابستگی خیلی زیاد بود، یعنی عجیب و غریب بود. ولی من خب چون بچه بودم گفتم هست دیگه، مادره، مثل همه که مادر دارن. ولی وقتی که رفت فهمیدم چه کسی رفت. و اینو میخواستم بگم که یا باید راهی رو میرفتم که پر از دیپریشن و غم و غصه و میرسید به نابودی، میرسید به از بین بردن خودم، چون با همه چی بیگانه بودم، با زبانم بیگانه بودم، با کشورم بیگانه بودم، با فامیلام همه بیگانه بودم، خب با همه آدم های اطراف خودم بیگانه بودم. خیلی تنها بودی؟ خیلی تنها بودم. و حالا شما فکر کن تو اون سن باید به دادگاهم بری برای انحصال وراثت، اون برم حالا داستانهای دیگه، خیلی مسائل زیادی است که حالا نمیخوام خیلی خصوصی و شخصی بشه مصاحبه، چون خیلی زیاده. کلی بخوام بگم این است که این راه همیشه این بود که یه جا باید اونو بالاخره سربلندش کنم، یه جا باید اون مادر باید سربلند بشه، یا باید سربلند بشه یا من سربزی بازیگر بشی. مادر دوست داشت تو چه حرفی داشته باشی مادر؟ خب اون بنده خدا خب دیگه نرسید به جایی که در واقع بتونه آینده ای رو تصور کنه. اون دوستش به هر جد نگاهی که اول از همه داشت این بود که من تحصیلاتم رو انجام بدم، دوستش که من متخصص کاری که دوست دارم بشم. و انقدر این طوفان زیاد شد که هر کاری که اون میخواست انجام بده در زندگی ما با یک مانعی هی روبرو میشد. و تو این شرایط برجد من فکر میکنم که قطعا اگر اون بود شاید مسئله موسیقی در زندگی من خب جدیتر هم میشد، چون من وابستگی خیلی زیادی به موزیک دارم. یعنی اونقدر که این و بخشی از دنیای من که همه میشناسن سینماست، ولی اونور بخشی از دنیات هم پیزه. خب وقتی که مادر مرد، حالا کنار پدری باید با زندگی با پدر آخت کن، رابطه برقرار کنی. بله. رابطه ای که سالها قطع شده، این رابطه کم کم شکل گرفتی که بله، رابطه ای که سالها بودن. یه بار تو ماشین نشسته بودیم و اینا داشتیم میرفتیم، بعد گفتم که بابا ناموس یعنی چی؟ بعد خندید و گفت ناموس چجوری به ما تو بگم یعنی چی آخه ناموس؟ حالا این همه فیلم ها جزو ناموسه، پسرش داره میبازه ناموس چی؟ آره ناموس اینه، اینجوری اینا. گفتم یعنی همون غیرته؟ میگم نه، همون غیرت نیست، ناموس در واقع موضوعیست که غیرت پشتشه. خلاصه دیالکتیک بین من و بابا همجور آروم آروم شروع شد. از کنجکاوی تو در مورد فیلم ها شروع شد،
که مثلا ناموس چیه و ایده و اون پدری بود که پشت کتاب میخوند فیلم میساخت و اینا برای تو جذاب بود دیگه. بله بله جذاب بود. من میگم من همینجور توی این در واقع تو زندگی من همینجور بودم سر صحنه و به خیلی خاله و عمه و دایی و اینا گفتم سر صحنه که بزرگ شدم تو سینما. ولی اینی که در واقع آیا این راه رو ادامه بدم، آیا من هم اصلا باید این راه رو ادامه بدم، اصلا چرا من باید مثلا پزشک نشم یا مثلا من باید حتما یه کار دیگه ای بشم، این در خود سرنوشت اتفاق افتاد. یعنی این بود که مثلا من یه فیلم کار کردم، اصلا من دیده نشدم توسط کارگردان نه پدرم، من تا زمانی که اعتراض و کار کردم اصلا دیده نشدم. اعتراض و کار کردم. چرا دیده نشدی؟ برای اینکه هم نقش ها خیلی کوچیک بود، هم نگاه جدی نبود. یعنی همه فکر میکردن که خب یک تجربه است، یه دوره است، تموم میشه. به ادامه پیدا نمی‌کنه. ادامه پیدا نمی‌کنه. و من حتی خودم بعد از سربازهای جمعه همین فکر رو می‌کردم. گفتم خب حالا رسیدیم به جایی که یه نقشی بازی کردیم، همه دوستانم هم هستن، کنار این بازیگران بازی کردم، حالا سرنوشت من چی میشه از اینجا به بعدش؟ که هنوز گنگ بود برام که آیا این کاره میتونم بشم؟ آیا برای من چیزی داره این قضیه؟ که حکم در واقع آغازش بود دیگه. با انتظامی بازی کردیم. برای جذاب بود با انتظامی بازی کردن؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. هم برای هم در واقع خدا رحمت کنه آقای شکیبایی خیلی در واقع از ایشون یاد گرفتم. من خیلی از این نسل یاد گرفتم. من هیچ وقت یادم نمیره. من بعد از اینی که فیلم چیز رو کار کردم، سربازای جمعه، به بابا گفتم من اصلا دیگه نمیخوام بازی کنم. اونم گفت خب بازی نکن، ول بازی دیگه ولش کن. قضیه گذشت و بابا فیلم حکم رو نوشت و من نشسته بودم، گفت بخون نظرتو بده. خوندم و گفت خب اگه دوست داشتی بازی کنی کدومو بازی می‌کردی؟ دو تا شخصیت بودن، یه سهند بود، یه محسن بود، یکی منفی بود. محسن رو قرار بود آیه فروتن بازی کنه فکر کنم اولش، و آیه رادان هم که قرار شد سهند رو بازی کنه بعدا. من گفتم که من محسن رو خیلی دوست دارم، محسن چشم سعید به نظرم این خیلی جذابه. گفت این خیلی منفیه، اینو تو بازی کنی اصلا منفی کار میشی. گفتم دیگه من اینو دوست دارم، من از این به نظرم این قهرمان این قصه است. گفت نه این اصلا اینجوری نیست که تو فکر، اینو باید یه کسی بازی کنه تو مثلا سن مثلا فلان، به تو نمیاد. ما گفتیم باشه. قضیه گذشت و اونا همه رفتن کاستینگ رو انجام دادن، منم قرار نبود تو این فیلم بازی کنم، ولی دلم داشت میتبید برای این نقشه، اصلا برای این محسن چشم سری. همه ذهنمو برده بود که اینو بازی کنم، نمیتونستم من بگم که من اینو دوست دارم. همه کاستینگ انجام شد و آقای فروتنم نشدن، یعنی با قرار نشد تو این فیلم بازی کنه و رفت یه جای دیگه، و آقای رادانم قرار شد یکی از اینا رو انتخاب کنه، یا اونو یا اینو، اگه دوست داشته باشه اینو بازی، که ایشون نقش سهند رو انتخاب کردن. و بعد دیگه همینجوری گذشت، نزدیک به شوتینگ بود، همه هم انتخاب شده بودن. آخرین لحظه بابا گفتش که پولاد یه تست گیریم بزن ببینیم چی میشه. تا نشستم اصلا میدونستم چه ریختیه. اینجوری 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 رسیدیم به یه فرمی و اومد تو آینه. گیریم کی بود؟ خانم رضوی بودن. بعد عاطفه رضوی. بله بله عاطفه رضوی. یه نگاه کرد گفت خوبه خوبه، بریم بریم حله، بریم بگیریم. اومدیم و من حالا فرض کن از همه کوچیک‌تر و بی‌تجربه‌تر، از همه بی‌تجربه‌تر، و خب همه بودیم و یادم خونه خانم حاتمی نشسته بودیم، آقای انتظامی هم نشسته بودم، منم استرس داشتم که خب الان چی میشه. آقای انتظامی گفتن که بالاخره این محسن قراره کی بازی کنه. بابا گفت قرار پولاد بازی کنه. من گفتم یا خدا الان ریاکشن سختی در انتظاره. اومدن و تو چشم من نگاه کردن، اینجوری زدن و صورت من، گفتن که این درش میاره، آفرین، انتخاب خوبیه. و یه خاطری که خیلی ازش یادم میاد، توی بارون نشسته بودن بیرون توی در واقع شمال، و من داشتم رد میشدم، من صدا کردم گفتم بیا اینجا ببینم پسرم بشین. گفتش که تمریناتو کردی؟ گفتم نه آقا تمرینی چی؟ گفت دیالوگتو بگو ببینم. دیالوگمو گفتم و اینا، فیلمنامه‌شون رو گذاشتن دیدم فیلمنامه‌شون همین جوری نوت و
توش یاد داشت و اینا. خیلی من از ایشون در واقع یاد گرفتم، یعنی از هم از ایشون هم از آقای شکیبایی، از انتظامی و شکیبایی. بله بله، افتخار بود که با اینا کار کردم. نسلی بودن که برجت خیلی دست من اون موقع گرفت. چرا فکر میکنی اعتراض دیده شدی؟ به حکم دیده نشدی؟ اعتراض برای اینکه اولین نقشی بود که رفتم اونجا، یعنی از اینی که هستم فاصله گرفتم. یعنی شما به عنوان یک بازیگر بخوای از خودت دور بشی اون موقع بازیگری، یعنی آره، اگه بخوای خودتو بازی کنی که خود داری خودتو بازی میکنی، یعنی خودتی که اتفاقا از خودت باید برسی به یه شخصیت دیگه. از خودت اینقدر بخوای دور بشی سخته. اون شخصیتی که من توی اعتراض بازی کردم یه آدم بیماری که یعنی یه پسری که تو آسایشگاه و باتوم خورد و تو سرش و حالش خوش نیست و اتفاقا داداش روشن فکره است، داداش است که الان توی شرایط خاصیه، اون رو بازی کردن برای من سخت بود. یعنی در نقش سختی بود. آره. به خصوص که مثلا با آقای در واقع داروش ارجمند باید کار میکردم، فرحی باید کار میکردم و نقش سختی بود. کلن یه جای بدی بود، این جایی بود که بعد بازیگر میشدی. من همجور دوربین میذاشتم جلوی خودم، هی تمرین میکردم و بعد این بود که خب این شخصیت بعد میخندید، یعنی بیماریش این بود که میخنده. خب اینو اگه بخوای شما اگزاجره بازیش کنی خیلی بد میشه دیگه، در نمیاد. یهو بی خودی آدم علکی بخنده که نمیشه. خیلی ضعیف. در این فاصله بازی سفری رفتی آمریکا به دلایلی که پدرت رفت و قضیه بود. یه مدتی تو آمریکا بودی. همون قضیه بود. آره. موضوع ناچارم باز نمی‌کنی ولی نمی‌تونی باز کنی. می‌خوام خودت بگی که تو آمریکا چی بر تو گذشت. اون برام مهمتر از خود موضوعه. در آمریکا اتفاقی که برای من افتاد، نمیشه که مثلا اونا رو نگم اینا رو بگم که یه بخشش بگو. یه بخشش. برجت قرار بر این بود که فیلمی ساخته بشه. در آمریکا. در آمریکا. فیلم توی نه تو کوبا ساخته بشه، توی آمریکا. در کوبا قرار بود یک فیلمی ساخته بشه. اصلا رفتن ما به دلیل فیلم بود. و این بود که قرار بود که ایشون به در واقع مجوز کار بتونه بگیره و بتونه کار بکنه در ایران و قرار بر این بود که ما بریم یک فیلمی بسازیم که شرایط به وجود بیاد و ایشون بتونه کار بکنه، با شرایط ایران بخونه و به جهت اینی که سالهایشون در کشور مونده بود و نباید مثل بقیه رفتار میشد باهاش. آره، یک راهی روزنه‌ای برای اینی که یک اتفاق بیفته، همه دنبال این بودیم. گفتیم خب شکل خوبی است که یک فیلم میبریم اونجا بسازیم و آغاز ماجرا بشه. یعنی ابتدا برای رفتن بنی ساخت فیلم رفتین؟ اصلا قرارمون این بود، اصلا قرار چیز دیگری نبود، قرار فقط این موضوع انجام بشه. اون تو بعد که رفتیم اونجا خب موضوع دیگری مطرح شد و همینجوری آروم آروم ما تنها شدیم تو این وضعیت. یعنی تو بابا؟ آره، هم بابا هم من، یعنی ما خانوادتن همه تو اون شرایط تنها شدیم، چون هم دیگه یه جوری بود که برگشتن سخت بود، هم موندن ادامه دادن یه مشکلاتی داشت و کسی نبود که کمک بکنه. و من در اونجا اتفاقی که برام افتاد این بود که اول از همه خواستم خودم رو از همه ماجراها جدا کنم و برم موزیک بخونم و درس بخونم و حتی کنسرواتوار هم رفتم. اونجا بمونی دیگه، اونجا درس بخونی. من رفتم کانادا، کانادا 4 سال کانادا زندگی کردم و دانشگاه رفتم و موزیک خوندم و تو خودم رو جدا کردم از مجموعه اونور و تو تنهایی یه واقع خونه داشتم اونجا، مثل همه کسایی که دانشجوان اونجا کار میکردم و موسیقی رو میخوندم، دانشگاه من میرفتم. ولی اتفاقهایی که دیدم که خیلی نمیشه بازش کرد چون موضوع باید باز بشه، خود موضوع باید باز. چیزهایی که دیدم خیلی در واقع باز به من چیزهای مهمی در زندگی آموخت و فهمیدم که در واقع باز دوباره در اونجا هم باز یک زندگی پاشید، باز اونجا هم مهاجرت و یک هر آن چیزی که بود اونجا هم باز خراب شد. خیلی جالبه، مهاجرت همه چیز رو به هم ریخت. همه چیز من توسط مهاجرت به هم ریخت. یعنی همون اول مصاحبه گفتم، دوباره اونجا کانادا دوباره رفتیم، باز اونجوری شد و
این باز خب میگم بیشتر به هر جهت برای اونجا تنها شده یک مدتی میسینگ. من همش بیشتر تنها زندگی کردم اونجا، یعنی من یعنی بازم اونجا یه چند سال تنها زندگی کردی که در واقع پدر ایران بود باز تو اونجا بودی مثل، ولی این بار دیگه مادری هم کنار نبود دیگه. نه دیگه خودت تنها بودی و خودت خود تهی داره میکردی. خودم بودم که دارم که بله آدم خودساخته هستی. نستم. از پدر چی یاد گرفتی در بازیگری؟ در بازیگری؟ آره ببینید من از پدر ببینید یاد گرفتن در حوزه هنر اون جوهره رو یاد گرفتن مهمترینشه، بقیهش تکنیکه، اینی که کجا رو نگاه کن چجوری بگو حالا آکسانت چی باشه اینه تکنیکه. اون درک اولیه که جوهره است اون خیلی سخت یاد انتقال میشه دادش یک نگاه رو. من این ور فکر میکنم این سربازی زندگی به هم خیلی چیزها آموخت که بتونم درک بیشتری نسبت به آدم ها داشته باشم. اون چیزی که به تدریج در سینما از سینمای پدر یاد گرفتم اون ایستادگی، اون قدرت یک بازیگر، اون در واقع عشقی که یک کارگردان به اون شخصیتی داره که داره اون نوشتش رو با در واقع بازی میکنه، دیالوگش رو داره میگه و همینجوری بازیگرهای بزرگ تاریخ سینما، لحظاتی که مثلا میشستیم با هم فیلم میدیدیم، مثلا فیلم سرچز رو میدیدیم، مثلا یه جایی از جان وین برمیگرده دختره رو کشتن میاد و حالش خوب نیست از اسب پیاده میشه، اونجا مثلا یه تلو میخوره میشینه رو زمین، بعد من میدم بابام بغض کرد، گفتم چرا بغض کرد این چی مگه چیزی بود؟ خب اومد نشست رو زمین دیگه. میگفت نه اینجا برمیگشتیم ریوان میکرد عقب نگاه میکرد میدیم این تلو خوردنه اینه، اون یه لحظه خودشو نتونست نگه داره سرش گیج رفت، اونجا خلاقیت هست، وگرنه همه میان میشینن جایی که باید بشینن دیگه. یا مثلا اون نگاه آخر عشق در بعد از ظهر که داره گری کوپر میکنه، فقط یه نگاه معمولیه ولی درسته چقدر عمیقه به دختره داره به آدری پر میکنه، اینا رو همینجور آروم آروم از اینجا از اینجا آره اینا رو من یاد گرفتم. یعنی اینه جنس دیالوگ گفتن پدر، یه جنس خاصی بود دیگه. بله خیلی خاص. این جنس خاص رو اگه بخوای تشریح کنی چگونه از این جنس خاص؟ خب این جنس در واقع توأم با یک ریتم و یک موزیکه که این در واقع یک آهنگی داره که اون آهنگ رو اول باید بشناسی، بلد باشی، یعنی گوشت باید عادت بکنه و بعد آدم ها از واژه های استفاده می کنن که شاید در زندگی محاوره ما خیلی این آهنگه شاید به گوش نرسه یا یه خود سخت‌تر باشه، ولی به تدریج تو رو وصل میکنه اون دیالوگو تو رو وصل میکنه به عمق بازی. یعنی یک سری چیزهایی که من مثلا اون سکانس سرب که در واقع دو تا داداش رو برو هم نشستن برن با هم دیالوگ میگن، میگه که مثلا تو باید بیای سراغ من، مادرت پدرت، بعد آخرش داد میزنه میگه باید بیای سراغ من، اینا همین آهنگ است که میاره حس بازیگر رو میرسونه به اون جمله کلیدی. این اتفاق به نظر من در واقع توی ماجرای دیالوگ ها توی سینما در واقع این انتقال خیلی مهم بوده همیشه. ولی همینجور به تدریج من هیچ وقت اینجوری نبوده که در از یه روز قهرمان سینمای کیمیایی بشم، اینجوری نبوده، من از یه جا شروع کردم، همجور آروم آروم اومدم، خودم هم معتقدم تازه تو فیلم جرم بهش رسیدم. یعنی بقیه رو نگاه کنی، بقیه اونی نیست که سینمای کیمیاییه، اون قهرمان قدیمی زخم خورده که همه میشناسیم، اون در واقع مثلا حکم کار کردم یه آدمی بود، یه شخصیتی بود، رئیس رو کار کردم یه شخصیت دیگه، بیشتر تیپ بودن اینا، خیلی تیپیکال بودن. تو محاکمه در خیابان یه ذره جدی‌تر شد. بله جدی‌تر. آره یه ذره جدی‌تر شد. بله. من اون خیلی مثلا یک از من اون کار خودم رو خیلی دوست دارم. خیلی یک از کار خوبه تو. آره ولی هیچ وقت مثلا یعنی فراموش شده اون فیلم، نمیدونم چرا، ولی فیلم خیلی خوبی به نظر من. آره
اونجا در واقع من اون شخصیت رو کار کردم. دیگه خود دیگه تو جرم حالا تو جرم در واقع خیلی سخت بود، یعنی واقعا برای من چون اون شخصیت رو یه ذره اینور اونور بازی میکردم کلیشه میشد، بعد ادای کسی رو بعد پدر تو آدم وقتی راهنماییت میکرد میگفت بالا رو نگاه کن، پایین نگاه کن، این طرف رو نگاه کن، دیالوگ اینطوری بگو. راهنمایی پدر ظاهرا اینطوریه موقع بازی. بله ببینید پدر یک سیستم خاص سیستمی داره. آره اون سیستمی که داره این نیست که اولا معتقد به تمرین نیست اصلا. دورخانی اصلا نداره. حتی انتظامی هم دورخانی نداشتیم. نه اصلا ما هیچ وقت دورخانی نداشتیم. ما یه راست صحنه و یه راست برداشت اصلی. یه راست برداشت اصلی. آره. یعنی اصلا تمرین نمی کنی نه. حتی زمانی که نگاتیو بود. یعنی نگاتیو میرفت ما میگفتیم. و همون وسط گفتن پدر تصحیح میکرد. کات نمیداد. کات نمیداد و دیالوگ رو تصحیح میکرد، بازی رو تصحیح میکرد. من دوران نگاتیو خیلی به بازیم کمک کرد. اصلا به نظرم کسانی که در دوران نگاتیو کار کردن هنوز بازیگرای خوبی میتونن باشن، برای اینکه هم نگاتیو گرون بود هم سخت بود، یعنی مراقبش بودن اینی که بیش از باید خودتو کامل جمع میکردی که یه دونه اجرای خوب داشته باشی. اون دوره سینما بود به نظرم. الان خب دیجیتال میتونی 10 تا برداشت بگیری، اونو پاک میکنی، بعد میبینی که چی بازی کردی. این خیلی خودش لطمه میزنه. مثلا من هم خیلی کنجکاوم که ببینم پلانمو، هم دوست ندارم ببینم، چون همه زیباییش اینه که تو نبینی، یه راست رو پرده ببینی دیگه. وقتی دیگه همون لحظه که داری اجرا میکنی میری اجراتو میبینی، فاصله میگیری با اون بازیت و با اون شخصیتت. ولی الان عادت شده، اپیدمی شده، برمیگردیم عقب میبینیم و اینا. نمیشم مثلا گفت چرا، ولی میخوام اینو بگم که اون موقع، یعنی این شیوه که یه راست اجرا، یادم در واقع همین آخری قاتل علیل که کار میکردیم، آقای پرستویی براشون عجیب بود این شیوه و میگفتم من تا حالا اینجوری کار نکردم که مثلا بدون تمرین. بعد تازه بعضی وقتا سر صحنه یه راست دیالوگا کامل عوض میشد، یعنی مثلا اینا رو همه رو خط میزد، میگفت اینا رو بگو و خود این مثلا یوره آکسانات هستت چی میشه، تمرین کردی ملکه شده اینا، باید بره دوباره بیاد. ولی پرستویی واقعا خیلی سخت بود این کار. والا دیگه اونو باید از خودش بپرسیم. ولی من فکر میکنم که اون چیزی که من تو خاطرم با ایشون دارم نیست که ایشون میگفتن که برای من خیلی عجیبه که ایشون اینجوری کار میکنه، یعنی ما بیراست میریم جلو دوربین و بیراست اجرا میکنیم. از ابتدا پدر اینطوری کار میکرده؟ بله. یعنی از گذشتش هم پرسیدی اینطوری کار میکرده؟ بله. مثلا با بازیگران قدیمی مثل غریبیان، مثل در واقع بازیگرانی که باشه سعید راد و همینا اینطوری کار میکرده؟ بله. من تا جایی که یادم هیچ وقت تمرین و اینا نداشتیم. بازیگر خودش میره تمرینشو میکنه، میشینه با بازیگر رو روش تمرین میکنه، وقتی که میاد میگیریم. بله اصلا تو چیز پدر اینطوری نبوده؟ نه من ببینید، من اون چیزی که نسبت به مسعود کیمیایی، یعنی نه پدر، اون آدمی که باش کار کردم در طول این همه سالها یاد گرفتم اینیست که اون خیلی آزاد میذارت، اصلا چیز پیچیده‌ای نداره، بازی خودتو میکنی. این وسط یه تیک هم اونجوری که خودش میخواد ازت بازیشو میگیره وسط این بازیات هم. آره بازی خودتو میکنی، اون بازی تو که انجام دادی وسطش اون چیزی که اون تو ذهنشه رو این وسط میگیره، اگر اونو دوست داشت اونو استفاده میکنه. ولی در واقع اون چیزی که مهم هست این وسط این هستش که خودت رو جمع میکنی برای یه اجرا، یک بار صدا دوربین حرکت و بعد تو همون همه چی جمع میشه. یعنی این در واقع جمع میشه. برای تو تجربه خیلی خوبی بود. خیلی من خب خیلی چیزا یاد گرفتم دیگه از این. شیفتگی جمعون ها به پدر ریشه در چی داشت؟ پدر سالهاست هنوز که هنوز جمعون ها دوستش دارن و این نکته خیلی ظریفیه تو کارگردان های نسل دوم و کارگردان ها قدیم. خب فکر میکنم که در واقع دوست داشتن مردم به کیمیایی، مردم نه جوون ها، منظورم جوون ها بیشتر. آره مردم هم دوست دارن. آره ولی جوون ها
من فکر میکنم به خاطر در واقع شخصیت، یعنی نوع سینمای قهرمان برور و سینمایی که در واقع از یک بیداری حرف میزنه، یک واکنشی، یک ایستادگی در مقابل هر چیزی که تحریک کننده است، این شخصیت ها و به خصوص اون بومی بودن این سینما، یعنی اینی که ایرانیه، اینی که کاملا هیچ چیزی قاطیش نیست و صداقت توش جاریه، و به نظرم این پیوستی بودنش، یعنی اینی که از یه جا شروع کرده، همون حرف رو زده، الان هم داره همون حرف رو میزنه، یعنی تغییر یک مانیفست شده، تبدیل به یه مانیفست شده، اینو من فکر میکنم که در واقع تأثیرگذار هستش، و اون مردونگی و اون در واقع تم رفاقت، اون تم در واقع ایثاری که توش هست، اینا برای جوانات جذابه، یعنی خاموشی نداره توش، یک هوشیاری داره. من یک تحلیلی دارم پولاد، من معتقدم از زمانی که تو به زندگی پدرت وارد شدی، فیلم های پدرت جوانانه تر، شاداب تر و بروزتر شد، و در زمانی که تو در کنار پدرت نبودی، یک حزن اندوهی تو فیلماش بود، و از زمان من به خودشم گفتم، یعنی بعد از همون جام جوان ها بیشتر علاقه من شدن، تو خود این رو حس کردی؟ من بله، من میگم من همیشه از یه جایی به بعد که تونستم در واقع تو این سینما آروم آروم یک راهی رو برم، یک جایی رو پیدا بکنم تو این سینما، همیشه تلاش کردم که در واقع این رو بهش در واقع سعی کنم یادآوری کنم که این سینما هنوز توی جهان جاری هست، این آدم ها و جوون ها دوست دارن، و تا جایی که فکر میکنم بالاخره حضور من به عنوان یک جوونی که در عصر خودم، در دوران خودم دارم زندگی میکنم، با یک سری آورده های اجتماعی تاریخی که تو زمان خودم بوده، مثل همه آدم هایی که دارن، این یواش یواش بالاخره یک رد و بدل، یک اتفاقی بین ما افتاده که یک در واقع تبادل نگاه هم توش بوده، یعنی عقاید من، نوع چیزهایی که دوست داشتم. یعنی تو عقاید تو پدرت گفتی و این پدرت هم پذیرفت عقاید تو رو بیشتر؟ بله، به هر جهت اینجوری یه تبادل نظر و اینا به وجود اومده. بله بله، قطعا دیگه الان توی موقعیتی که هستم، توی این سنی که هستم و این راهی که اومدم، میزان دلسوزیم نسبت به سینماش خب پیدا هست که چقدر دوست دارم این سینما رو و چقدر دوست دارم که این یک اتفاق خیلی خوب بیفته، یعنی یک اتفاقی بیفته که برجهت هر کسی یک تاریخی داره که کار میکنه، هر هنرمندی بالاخره یه اوجی داره، یه فرودی داره، یه همه که بالاخره یه جا وا نمیستن، بالاخره زمان تغییر میکنه، سلیقه ها عوض میشه و شاید سالهای بعد دوباره رجوع کنن به این آثار. من دوست دارم که در واقع فیلم های کیمیایی به تدریج برسه به جایی که در واقع همیشه اون، یعنی حتی اگر هم قرار آخرین کلام گفته بشه، در اوج گفته بشه، در درست و ارتباط مستقیم با جوون داشته باشه، با نسل الان داشته باشه، حرف الان رو بزنه. و خب خیلی هم سخته، یعنی ما توی جامعه سختی زندگی میکنیم، ما پیچیدگی های زیادی داریم، آدم ها، طبقه ها خیلی جا به جا شدن، خیلی در واقع شرایط اقتصادی یا مهاجرت یا جنگ یا همه اینها بالاخره نسل‌های متفاوتی با دیدگاه‌های متفاوتی رو همینجوری به جامعه داده. اینی که ما توقع داشته باشیم یک فیلمساز پنج دهه کار بکنه و در این پنج دهه ما مدام ازش توقع داشته باشیم که در جای قرار بگیره، که من مثلا الان خودم نگاه میکنم تو این سنی که هستم، ما مثلا 10 سال پیش که کار میکردم تفاوتهای خیلی زیادی پیدا کردم. خودت؟ خودم شخصا. چه برسه پدرم؟ چه برسه پدرم که الان 75 سالشه و خب از چه تقرونی شروع کرده، با چه آدم هایی الان گاه کداری میگه من اصلا آدم ها نمیشناسم، به این تهران، به این شهر رو نمیشناسم، این شهر رو نمیشناسم،
بعد با زبون‌های مختلف هم اینو گفته، تو محاکمه در خیابون پلانی که اصلا وارونه است و با شکل‌های مختلف گفته و مدام میگه این قهرمان. الان شما هم میگم الان هم برگردیم حالا تو همین فیلم خفگی که داریم با هم کار میکنیم، این دیدگاه هم من احساس میکنم نسل شما هم یه جوری داره، یعنی این شرایط سختی که تهران پیدا کرده، یعنی آدم ها یه چیزهایشون جا به جا شده. این در واقع خب میگم من هیچ وقت نمیخوام که این اتفاق بیفته که کیمیایی به هر شکلی بخواد فیلم بسازه، دوست دارم همیشه در اوج فیلم بسازه، در بهترین رو بسازه و هر چیزی که مانع این بشه، یعنی هر چیزی که باعث بشه که او فیلم خودش رو نسازه قطعا من دوست نخواهم داشت، چه به عنوان فرزندش، چه به عنوان قهرمانش، چه به عنوان دوستش یا هر چیز دیگه. و تمام تلاشمو با انجام میدم خب، ولی سخته، احترام باید حفظ بشه، بزرگتری داریم، کوچکتری داریم، اصلا دانش او هست، دانش من هست، با همه اینها تمام تلاشمو کردم که یک رنگ جدیدتری، یک در واقع تاش در واقع ارتباطی بین کیمیایی قدیم و نسل جوان به وجود بیاد. حالا شده تو گیریمم بوده، توی بازیم بوده، توی خود نظریاتی که کوچیک کوچیک تونستم مثلا بگم بوده. اگر این که شما میگین برای من افتخاره و من دوست دارم. اینطوریه، من به خود پدرت هم گفتم. خودت کدوم فیلم پدرت رو جرم بیشتر دوست داری از همه؟ تو کل فیلم های خودت؟ نه نه، تو فیلم هایی که بازی کردی. من بازی کردم. حالا اون گذشته که کار ندارم. حالا از گذشته کدوم فیلم بیشتر دوست داری؟ فیلم خودشو. هر فیلم خودشو. فیلم خودشو. گوزار دوست دارم. گوزار دوست. تو فیلمی که خودت بازی کردی توی فیلماش کدوم فیلم بیشتر دوست داری؟ توی خودشو. اگه بیرون بازی خودم بگم سر. اگه مثلا خودم بگم که خب خودم کوچیک بودم اونجا دیگه، سر رو خیلی دوست دارم ولی توش بودم. ولی اگه بخوام بگیم که از جایی که خودت بودی کار کردم، ولی از جایی که کار کردم، جرم قطعا جرم بهتره، جز بازی خوبه. بله. پدر رفتی فیلم بازی کردی. بله. اولین فیلمی که خارج از پدر بازی کردی چی بود؟ اولی که کار کردم خارج از پدر یادم اگه شیبانی بود؟ شیبانی هم بود. آره من سریال کار کردم، تلفیلم کار کردم، شمعی در باد کار کردم. آره با پولان درخشنده. آره با پولان درخشنده کار کردم. البته اونجا نقشم خیلی کم شد چون فیلمه مثل که طولانی شده بود، کم شده بود توی یک سری از سکانس های من، حالا نمیدونم. ولی آره من خب همیشه سعی کردم که اگر که از در واقع با پدر شروع کردم و با سینمای حرفه‌ای شروع کردم، با بازیگران بزرگ شروع کردم، ولی برگردم بیام نقطه سر خط، بیام از پایین شروع کنم، بیام بالا، یعنی بیام مثلا سریال ها خیلی به من یاد داد. شما فکر کن مثلا 19 ساعت باید کار کنی، همینجوری داری پلان میگیری، خب این خیلی بهت کمک میکنه دیگه، یعنی یه جور هم خسته ای هم همینجوری. من یادم توی یک سریال ها هم رو آنتن بود، ما همینجور مدام باید میرسوندیم و همینجور قهوه میخوردم کار میکردم و اینا خیلی به من یاد داد، این 4-5 تا سریالی که کار کردم. اصولا یه مقداری راحت اینجا جلوی دوربین بگم، یه ذره تلویزیون بیشتر با من مهربان تر بود تا سینما. سینما آره. بله سینما با من مهربان نبود. چرا؟ دلایلش اسم پدرت؟ بله اسم پدره. اگر که من اسمم پولاد کیمیایی نبود قطعا جایگاهم با الان اون چیزی که الان هست خیلی متفاوت تر بود. قطعا جایزه‌مو گرفته بودم، قطعا با خیلی کار کرده بودم، قطعا هیاهوی بیشتری داشت اتفاق می‌افتاد. ولی وقتی که اسم پدر رو داری، اسم یک بزرگی رو داری، حتی برای شما هم همین هست، برای کسانی که فرزندان بله. کسانی هستن که یه جوری وقتی بچه سینما هستی هم صنف با رفتار چیزی رو نداره، صادقانه و رو راست و خوبی رو نداره. در واقع اگر بد بازی کنی که مال خودته، اگه خوب بازی کنی مال اوست، اینا همیشه هست. یعنی در بهترین حالتی که کار بکنی 50% مال خودته و این خیلی بده. من میگم خیلی چیزها رو از همین فامیلی به دست آوردم، ولی خیلی چیزها رو از دست دادم به خاطر همین فامیلی. و شاید از بیرون نگاه بشه که
آره مثلا فلانی اینجوری پدرش این بوده خب اومده تو سینما. من معتقدم هر آدمی اولا خود این دوربین که جون داره، خود این قضاوت میکنه، خود اینه که میفهمه تو کی هستی، تو چی هستی، تو رو انتخاب میکنه یا تو رو حذف میکنه. خود سینما از همه آگاه تره. بیرون این داستان که دروغ، سینما دروغ نمیگه، پرده دروغ نمیگه، وقتی یه لنز 85 رو صورتت میبندن باید بازیگر باشی، بابا و مادر و فلان اینا نمیتره، باید این دیالوگ باید تماشاچی دوست داشته باشه از این نمیتونی فرار کنی. این به کنار، در واقع اون چیزی که هست، یه آدمی پول داره میاد پول میده، میگه آقا من میخوام بازیگر شم، یه فیلمو تولید میکنم که بازیگر بشم و اسمم رو. باز اونم همین راهو باید برگرده نقطه سر خط، حالا بازی هم بکنه، چجوری میتونه بازیگری رو بخره، چجوری میتونه مردم رو بخره، چجوری میتونه منتقد. نمیشه. اونی که رفته درسشو خونده مجبور بره انقدر، حالا اصطلاحا چی بهش میگن، حالا روحوزیه چی بهش میگن، انقدر باید بره کارهای کمدی بعد فلا اینو انجام میده تا برسه به عقیده‌ای که خودش دوست داره بازی کنه. یعنی منظورم که این چهار راه همه باید یه جور راهشون رو برن تا برسن به اون موفقیت. من اینم که شاید اسمم کیمیاییه، همین راه رو باید یه جور دیگه برم، یعنی باید با سختی های خودش کنار بیام و باید همچون آروم آروم آروم. و من خوشحالم از این رویه، برای اینکه اولا گزیده کار بودم، هیچ وقت به هر قیمتی کار نکردم، نقشایی که کار کردم و دوست داشتم خیلی، هیچ وقت نقشی رو برای پول نرفتم یا برای چیزی که مثلا حالا اینم بریم داشته باشیم، سه تا فیلم داشته باشیم، نه اینجوری نبوده. به جهت این رفتم که دوست داشتم، دلم گفته و همینجوری دوست دارم پیوسته باشم، تا اینی که یه جا بیام حذف شم، یه جا بیام انتقاد بشه بهم. و از این روند خوشحالم. نت لذت تماشا هر لحظه. پدرت به روز هست؟ از چه لحاظ؟ زمان و مکان و شرایط. تا جایی که میشه ازش توقع داشت بله به روز هست. تا جایی که به هر جد میشه ازش توقع داشت، از یک کسی که به هر جد این همه سال هست، به نظر من خیلی روحیه جوانی داره. این که روی گفتمان عدالت اجتماعی همچنان باقی مونده تو فیلماش، ریشه در چی داره؟ ریشه در زندگیش داره؟ ریشه در اعتقاداتش داره؟ چون پدرت هیچ وقت گرایش های سیاسی مشخص و روشنی نداشته. والا اینا رو فکر میکنم خیلی بیشتر از خودش باید بپرسین، چون اون چیزی که من اگه بگم میترسم 1% مثلا من عقیدم رو بگم، حالا استنباط بشه که دارم از مثلا واقعیت رو میگم. من اون چیزی که استنباطم میتونه باشه این هستش که در دوره ای که او زندگی میکرده و در فقری که بوده و اون بافت محلی که خودش توضیح میده که سرشون از این آره اونا هست، اونا این آدم رو شکل داده. و اینو شما تصور کن، حالا وسترن هم بهش اضافه کن، یعنی یک در سینما رکس رو بهش اضافه کن، آره سینما رکس رو اضافه کن، اصلا کلن غرب رو هم بهش اضافه کن، یعنی بخش سینما امریکا رو، بله سینما امریکا رو. اینا همه تلفیق شده مسعود کیمیایی به نظر من. یعنی با اون دنیاشو دوست داری؟ خیلی، من دنیاشو خیلی دوست دارم. دنیای خودت نزدیک به اون دنیا هست؟ دنیای من هم در شخصیتم و در زندگیم هست، بله تو زندگیم و شخصیتم هست. میخوای فیلم بسازی؟ یه بار اقدام کردی فیلم بسازی؟ بله. نشد؟ بله متاسفانه. دلیلش توضیح دادی، دوباره توضیح ندی، ولی فیلم جدید کی میسازی؟ ایشالله من فیلمنامه تموم شده و فیلمنامه هم خیلی دوست دارم، دارم میدم برای ارشاد، برای ایشالله گرفتن پروانه ساخت. تو همین زمستون میخوام کلید بزنم، یعنی فیلم چون زمستونیه، لحن زمستونی داره، در سرماست و در تهران هم نیست لوکیشناش، به این جهتی نیست که بعد هرچی زودتر این اتفاق بیفته و ما بتونیم در واقع بریم، چون تو شهرستان لوکیشن باید ببینیم و یه ذره پیش تولید بیشتری نیاز داره، ولی همه چی آماده است و
حالا مطرح کرد آقای جایرانی که فیلم بدون موقع نشد. همیشه میگم یه تقدیری واقعا یه دلیلی وجود داره. من با خیلی از دوستان و بزرگانی که کار کردم خیلی سابقه داشتن، آقای عبدالله اسکندری بود، آقای رامی فر بود، آقای تورج منصوری بود و کسانی بودن که من همه از حکم مثلا پسرشون رو داشتم، کوچکتر از همشون بودم و سالها تو سینما کار کردم. همه شاهدن به هر جهت. اگر من توی حوزه کارگردانی این رو در خودم نمیدیدم فیلم نمی ساختم. برای اینکه تا اینجوری شده در ایران که همه کار میکنن، ولی من رفتم سر صحنه، پلانم رو دیدم، چیدم، 25% از فیلمم رو گرفتم. حواشیش باعث شد که متاسفانه همینجوری بدبیاری پشت بدبیاری اتفاق بیفته. اما الان که نگاه میکنم اون فیلم برای فیلم اولم درست نبود، این فیلم درسته. این فیلمی که قراره بشه؟ بله. اسمش چیه؟ اسمش لکنته. لکنته. بله. سناریو خودته؟ بله. و مهمتر از همه اینا اینی که دیدگاه و نگاه خودم توشه. فیلم مال کارگردانه، مال پروداکشن نیست. فیلم به هر جهت فیلم معکوس یک تأثیراتی از سینمای کیمیایی درونش بود. چرا دروغ بگم؟ وجود داشت. بله. چون من سالها هم قهرمانشو بازی کردم، هم دوست دارم سینماشو، ولی این فیلم لکنت ربطی به اون دنیا دیگه نه. اصلا دنیای خودت، دنیای خودم، دنیای خودت دنیای دیگری است. بله دیگری است. الان مطمئنم دنیاییست که نگاه دیگری داری و شرایط دیگری. بله. دیگری داری. امسال 3 فیلم بازی کردی، یکی قاتل علی فیلم پدرت، یکی خفگی با هم کار کردیم که من خیلی بازید و کارتو دوست دارم، یکی هم گشت ارشاد 2 که خودت هم خیلی دوست داری. از گشت ارشاد 2 توضیح بده. چشم. گشت ارشاد 2 در واقع خب قصه شو نمیتونم خیلی باز کنم. نه نه نه. ولی اتفاقی که افتاد این که خب این در واقع 3 نفر ما که حالا هر کدوممون توی شخصیت همون جا افتادیم، در واقع این اتفاق دوباره ما رو حتی مچتر و کاملا هماهنگتر هم کرد. و قصه گشت ارشاد 2 بر جهت قصه روونتر و فیلم قصه دارتر است. قصه گشت ارشاد 1 بر جهت رولت بهتره، رولت تکمیل شده اون رول قبلیه، رنگ در واقع یه ذره رنگ آمیزیش فرق میکنه. بر جهت باز هم سعی کردی بامزه باشی و جذاب باشی مثل رول. بله بله، همونه، همون آدمه، همون آدمه، منتها یک اتفاقات دیگری براش میفته که دوست دارم باز کنم ولی حیفم نه که باز کنم. آره. ولی اتفاق خوبی، امیدوارم که میگم اون چیزی که هست به هر جهت مخاطبی که من رو میبینه این فیلم رو میبینه، به هر جهت فیلم قاتل اهلی رو میبینه که حالا اونجا یه خواننده هستم و میاد فیلم شمالم که خفگی رو کار کردم میبینه، بر جهت توی این نگاه متوجه میشه که من دارم تلمون تلاشم رو میکنم که گونه های مختلفی از این جهان رو تجربه کنم تو جهان بازیگری و یه جا وانستادم بگم این شرایط منه و این آدم رو من حتما فقط بازی میکنم و من اینو فقط یاد گرفتم. نه، من سعی میکنم که هی قالبمو بشکنم، هی قالبمو بشکنم و از اون چیزی که هستم بیام بیرون تا در واقع اون روح درونم واقعا بتونه اون قالبش سفت بشه، یعنی دیگه به این چیزا نباشه. تو قاتل علی آواز میخونی؟ بله. خودت خوندی یا فرهاد یا کسی دیگه بجات خوندی؟ خودم خوندم. بله قرار بوده بسی کسی دیگه بجات بخونی. بله، اول در واقع منظورم از فرهاد، خدا بیامرزه، خدا فرهاد که در بین ما نیست، ولی به من اول پیشنهاد دادن که شما بیا در این فیلم مثلا کارهای زنده یاد رو بخون و آقای فروغی و ایشون و اینا، و من مخالفت کردم به جهت اینی که اولا که خود اون بزرگان هستند، خوندند و حالا یادآوریشون به نظر من توی فیلم ما رو جای دیگه می برد و یه ذره در واقع نزدیکمون میکرد به موضوعات کلیشه تری. من تصمیم گرفتم خودم اگه قرار بخونم بخونم. یه پیشینه ای داشتم از کلن همه زندگیم با خواننده ها بوده دیگه،
و هیچ وقت ولی به این موضوع به شکل جدی فکر نکردم، چون باز فکر میکردم موضوع کلیشه است و همیشه خب نوازندگی رو دنبال میکردم، تا اینی که فرصتی شد. همیشه در ذهنم این بود که این دنیا رو یه روزی بتونم ببینم آیا این چه اتفاقی. با دوستانی که در واقع همه نشستیم کار کردیم، با آقای یغما گلرویی که لطف کرد کمک کرد خیلی زیاد به این موضوع، و در واقع بچه هایی که با من بودن، همین امیر دانایی، آقای اشکان دباغ، اینا جا داره الان اسمشون رو ببرم، چون جوان های هستن که خیلی با استعدادن، خوب کار میکنن توی این زمینه، اینا به من کمک کردن. ما یک مجموعه 4 تا ترک رو برای این فیلم، بله برای این فیلم ضبط کردیم که ترک های خیلی خوبی هم شدند، و در واقع به نظرم میاد که علاقه ای که من الان به این کار دارم بیرون سینما و بیرون اون شخصیتی که بازیش کردم، الان یه جایی خیلی بزرگی در زندگی من رو گرفته. یعنی احساس میکنم تو اون زمینه میتونم حرفی برای گفتن داشته باشم. داری میخوای خواننده بشی؟ خواننده ان شاء الله. مثل که دو تا اجرای خارج از فیلمم ترانه ساختی برای یعنی ساخته. بله بله، من تو ذهنم این هستش که یه آلبوم بسازم و تا الان 5 تا ترکش آماده است، تا بشه به 13 تا یا 12 تا آهنگ برسه ان شاء الله اولین کارم میاد بیرون. موافقی انتهای مصاحبه رو با بخشی از صدای خودت که آواز خوندی تموم کنی؟ خود چی چه الان چه جوری من بخونم؟ نه الان نخونی. آره چی رو؟ پخشه. بله بله. آره یکی از قصه اجراات آره. پخشه. آره موافقم. یعنی که موافقی که یکی از اجراات یکی از اجراات پخشه آره. که ما با پولادی که قرار خواننده بشه بیشتر آشنا آره. بشیم. خیلی عالی. پس دوستان یکی از ترانه‌های آقای پولاد کیمیایی رو در انتها پخش می‌کنم. خیلی خیلی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.